عاشقیم و عاشقیم و عاشقیم و عاشقیم. جرم ما این است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، به هر چه بوی وطن می‌دهد سلام و سلام. به هر که عشق به من می‌دهد سلام و سلام. به هر که هم نفس ما شود درود و درود. به هر که دل به سخن می‌دهد سلام و سلام. سلام و عرض ادب و شب بخیر و عرض تبریک خدمت شما بینندگان شریف و استادان محترمی که در خدمتشون هستیم. گل میشوند ماسه و شن زیر پای ما، کف میزنند برگ درختان برای ما. دی رفته خیمه در نفس عید میزنیم، عید است و پنجه بر دف خورشید میزنیم. عید نوروز هست، بر شما مبارک باشه، بر همه کسانی که در حوزه تمدنی زبان فارسی قرار دارن مبارک باشه. انشالله که حالشون همیشه خوش باشه و در این ایام خوشتر و خوشتر و خوشتر. ما در حوزه تمدنی زبان فارسی کشورهای متعددی داریم: قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ارمنستان، افغانستان، ترکیه و کشورهای دیگری که خب میشه از اونها نام برد. و همه این کشورها هم برای زبان فارسی حرمت ویژه‌ای قائلند و هم فرهنگ و تمدن و آیین‌هایی که بر مبنای این زبان و در حوزه فرهنگی این زبان قرار دارند حرمت قائلند و براش احترام قائلند. امشب در خدمت استادان و مهمانان بزرگواری هستیم. آقای دکتر حداد عادل که خب از حرم نشمس هست و ما ارادت ویژه خدمتشون داریم و احتیاج به تعریف و معرفی ندارن و من کوچکتر از آنم که بخوام از ایشون بگم که خب چه کاره هستن، چون شما بهتر از من میشناسید. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر، عیدتون مبارک باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. عید نوروز رو به همه ملت ایران و همه ملت‌هایی که نوروز رو گرامی می‌دارن تبریک عرض می‌کنم. خوشحالم که در خدمت شما و استادان محترم هستم. بله، خب استادان محترم سرکار خانم دکتر آذرمیدخت صفوی هستن که بنیانگذار و رئیس مرکز تحقیقات زبان فارسی و از استادان محترم فارسی، گروه فارسی زبان دانشگاه هند هستن. درست از میکنم خانم دکتر؟ خیلی خوش اومدید، عیدتون مبارک باشه. خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. من بیشتر خوشحالم که خدمت شما هستم و میخوام یک بیت از سعدی رو بخونم اینجا که گفته که علم دولت نوروز به سرا برخواست، زحمت لشکر سرواز سر ما برخواست. اما امروز یعنی امسال این علم نوروز با این زیبایی و این خوبی افراشته و برخواسته شد که من خود را در ایران میبینم و در محضر مبارک جناب حضرت حداد عادل که سرور نخبگان و فریختگان میباشد و استادانی دیگه که از ارمنستان تشریف آوردند و از قزاقستان و از جاهای مختلف و از در خدمت خود شما که راجع به هند شعر گفتید و چاپ کردید و واقعا خیلی ممنونیم که از من دعوت کردید که در این برنامه فوق العاده شرکت داشته باشم. ما در خدمتتون هستیم. آیه آهارون وارتاریان، درست عرض کردم؟ بله. استاد و عرضم و محقق زبان فارسی ایران شناس، خیلی خوش اومدید. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم برای اینکه دعوت کردید. عید نوروز شما هم تبریک عرض میکنم. این برای ما یه شانس و واسم خیلی ممنونم، خیلی متشکرم که اینجا هستم و افتخاره که عزیزی جناب آقای حداد عادل و دوستای دیگه اینجا هستن و من با افتخار ماست دارم این برنامه شرکت میکنم. ما هم خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. اصل زبان یا زبان اصلی و مادریتون ارمنی هست اما فارسی رو ماشاءالله خیلی خوب حرف میزنید. ممنونم، چون دارم 20 ساله که تحقیقات من در حوزه ایران شناسی و فارسی در زبان فارسی و زبان‌های دیگر ایرانی و اینجوری شده که علاقه من شدم به زبان فارسی. بسیار خوب. آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم و دو مهمان بزرگوار. بله. هر چه می‌خواهد
دل تنگت بگو. دل تنگ دوستان که بودیم و حالا دلمون باز شد با دیدنشون. به هر حال تشکر میکنم از صدا و سیما که به مناسبت نوروز اسباب خیر شدن. ما هم شما رو زیارت کردیم، هم سرکار خانم دکتر صفوی و هم آقای وارتانیان رو. خانم صفوی بانوی ارجمند زبان فارسی در هندند و در شمار چند تن استاد درجه اول نام‌آور زبان فارسی در هندوستان هستند. سالها رئیس انجمن استادان زبان فارسی بودند در هند و استاد و رئیس گروه زبان فارسی در دانشگاه بزرگ علیگر و بعد از بازنشستگی ایشان یک مرکز تحقیقاتی تأسیس کرده اند که خودشون نظارت بر اون مرکز دارند در کنار دانشگاه علیگر. خانم صفوی در سده‌های پیش از یک تبار ایرانی که به هند مهاجرت کرده هستند و پدر بزرگوارشون هم استاد زبان فارسی بودند، ادیب بودند. بنده فکر میکنم نزدیک به 40 سال باشه که خدمتشون آشنایی و ارادت دارم. افتخار است برای بنده. مرحمت دارید. سالی چند بار به ایران تشریف میارن. ایران خانه دومه ایشان. خیلی خوش میانید. وطن معنوی منه. بله. و ما هم هر وقت به هند سفر میکنیم یا در دهلی یا در علیگر زیارتشون میکنیم. همین امسال آذر ماه من یک سفری یک هفته ای به هند داشتم، به علیگر رفتیم و مهمان خانم دکتر صفوی بودیم. افتخار بود برای همسر ارجمندشون هم که استاد دانشگاه هستن در رشته مهندسی برق میزبان ما بودن و خانم صفوی عضو افتخاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم هستند و حق بزرگی برگردن زبان فارسی امروز در هندوستان دارند. خیلی به ایران خوش اومدید. آقای وارتانیان رو تازه خدمتشون رسیدم، ولی باید عرض کنم به حضور بینندگان عزیز که ایران شناسی در شوروی سابق و امروز در جمهوری هایی که بعد از فروپاشی شوروی به صورت مستقل هستند سابقه دیرینه داره، از جمله در ارمنستان. به طور کلی در این منطقه روسیه و کشورهای اطراف روسیه مثل ارمنستان و کشورهای دیگه از نظر لهجه بسیار فارسی رو نزدیک به خود مردم ایران تلفظ میکنن، یعنی از نظر آبایی وضع اصطلاح تکلمشون طوریه که شبیه خود ایرانی ها هستن و فارسی رو خیلی ماشاءالله خیلی خوب. بله خیلی خوب. و به هر حال تحقیقات ایران شناسان ارمنستان در ایران هم معروف و معتبره. خیلی خوش اومد آقای وارتانیان. راجع به نوروز و زبان فارسی در ارمنستان بفرمایید، چون یه حوزه تمدنی زبان فارسی و نوروز رو ما داریم که خب ارمنستان هم بخشی از آن هست. نوروز هم خیلی معروف ارمنستان. ارمنی ها خیلی خوب میدونن و میشناسن که نوروز چیه، کیه و هر سال منتظرن که نوروز کی داره انجام میشه و در مسجد کابود تو در ارمنستان در جاهای دیگه میز نوروز هم مثل این میز درست میشه. مثلا بله بله میز نوروز دپارتمان ما هم ما هر سال میز نوروز درست میکنیم و هر دانشجو نه فقط دانشجویان هر ارمنی
میدونه نوروز چیه. اونا میدونن که نوروز برای ایران، برای مردم ایران، برای ملت ایران چه جشنیه و چقدر مهمه. و به نظر من هم نوروز برای ایران یه نماد هویت مثل در کنار زبان فارسی. آره آقای دکتر شما فرمایشه. من اضافه کنم که ارمنستان جزء چند کشوری است که در بعضی از دبیرستانهاش دانش آموزان زبان فارسی میخونن. ما در بنیاد سعدی اصلا کتاب ایران رو اونجا تدریس میکنن. بله 18 تا مدرسه هست که مدرسه فارسی تدریس میکنن. بله کتابای ایرانی رو اونجا تدریس میکنن. بله دانش آموزان ارمنی هستن زیر نظر وزارت آموزش و پرورش ارمنستان زبان فارسی میخونن. ما در بنیاد سعدی ارتباط داریم با این مدرسه ها و پشتیبانی میکنیم، براشون کتاب درسی میفرستیم و باهاشون ارتباط منظم داریم. خانم دکتر در خدمت شما هستیم. راجع به زبان فارسی، جایگاه زبان فارسی، جایگاه نوروز در هند شما بفرمایید. آقای دکتر ما رو کمک کنید. آقای دکتر. بله خانم. آقای دکتر که خیلی بهتر از من بلدند. البته که زبان فارسی با هند یک رابطه بسیار بسیار قدیم و دیرینه دارد و خود زبان فارسی و زبان قدیم هند یعنی زبان سانسکریت هم خانواده و هم ریشه هستند. یعنی همون هند آریایی یا هند اروپایی که یک خانواده از این السنه جهانی هست، سانسکریت هم با اون خانواده تعلق دارد و فارسی هم با اون خانواده تعلق دارد و معمولا یعنی خیلی از این واژه ها و کلمات ها که در سانسکریت وجود داره در فارسی هم وجود داره. مثلا در سانسکریت میگن پتر و ما به سانسکریت میگن پتر و به فارسی میگن پدر. و در سانسکریت مثلا فقط به طور مثال عرض میکنم خدمت عزالی، و در سانسکریت میگن ماتر و شما بلدی ما میگیم مادر و خیلی از این واژه ها وجود داره که پس وقتی که انگلیسی ها آمدند البته که واژه فارسی رو خراب کردند. بله. چون میخواستند فارسی از بین باید بره چون دولت مسلمون ها در نظرشون چی بوده. الان هم واژه های زیادی مثلا هند هست. خیلی زیاد وجود داره. آقای دکتر تمام السنه های محلی هند. ما توی بمبئی مثلا او دوره. بله. یعنی دور دوره. فارسی. آره. خیلی از این واژه. یا مثلا یعنی... زندگی یا بله خیلی خیلی. آره. من اینقدر بگم که ما نزدیک به 30 ساله که در فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشغول تألیف یک دایرة المعارف هستیم به نام دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره. این دانشنامه 8 جلد مفصل میشه که تا حالا 6 جلدش کامل شده. آقای دکتر با اجازه حضرت علی عرض میکنم ما این کار رو نکردیم و در راهنمایی حضرت علی این کار در فرنگستان انجام داده میشه. بله اونجا وقت ما تا حدی به اختصار در این 8 جلد سرگذشت زبان فارسی رو در هند توضیح دادیم. من اینطور بگم که اون نگاه هندی ها به آدم و عالم یعنی جهانبینی اونها با اون جهانبینی عرفانی که در شعر فارسی بوده خیلی نزدیک بوده. هم نشینی و بله. عرفانی بیشتر. بله اون مفاهیم معنوی آیین هندو در شعر فارسی هم خیلی مشابهات داشته و این زبان در واقع حامل اون مفاهیم عرفانی و معنوی شده. یعنی زبان فارسی میخوام بگم عرفان و معنویت اسلامی بر دوش زبان فارسی یا با بال زبان فارسی سراسر هند رو چرخیده و زبان فارسی برای مدت شاید 700-800 سال زبان مشترک بین همه مردم هند بوده و زبان فارسی در هندوستان همون جایگاهی رو در قدیم داشته تا
500 سال پیش مثلا که امروز زبان انگلیسی داره. بله. آقای دکتر، از همینه که این زبان با خودش اندیشه میبره. بله. با خودش علم میبره، با خودش بله. فرهنگ میبره. میخوایم بگیم تجلی اندیشگانی ایرانی ها و فارسی زبانان، حتی آیین های ایرانی ها در هند با توجه به زبان فارسی، در ارمنستان با توجه به زبان فارسی بله. چی بوده؟ حالا وضع زبان فارسی در ارمنستان فرق داره با زبان فارسی در هند. البته. زبان فارسی در هند سالها زبان رسمی دربارها بوده. درسته. و کتابهای علمی و مذهبی به زبان فارسی نوشته می شده. زبان فارسی در واقع زبان تحصیل کرده های هند بوده. اما در ارمنستان زبان فارسی زبان مورد علاقه باز تحصیل کرده ها و یه بخشی از بله پژوهشگرای ارمنستان بوده، خصوصا که دو کشور روابط بیش از 2000 سال با هم داشتن، از زمان خسرو پرویز و شیرین که در واقع بله. یک محبوب ارمنی خسرو بوده معروفه و ایرانی ها و ارامنه مرتباً رفت آمد و داد و ستد داشتن و امروز هم روابط دو کشور ایران و ارمنستان بسیار خوبه و همین ارامنه ای که در ایران شغل دارن، دانشگاه هستن، در جاهای مختلف، مردم ایران هم خیلی خاطره خوبی از ارامنه دارن. اینا دو زبانه هستن غالبا، ارمنی فارسی، و وقتی میرن ارمنستان فارسی را با خودشون میبرن. آیه دکتر، ما عرض کردم زبان فارسی وقتی میره یعنی با خودش فکر میبره. بله. باور فرهنگ میبره. باورهای نوروزی که با زبان فارسی اومده اونجا شما اشاره کردید، اگر مورد دیگری هم هست بفرمایید. تمدن بین ایران و ارمنستان، آداب و رسوم بین ایران و ارمنستان خیلی نزدیکه. حالا راجع به اینها میخوام یه کمی بیشتر بفرمایید. من که میام اونجا ایران، اصلا هیچ احساس غریبی نمیکنم، مثل اینکه یه استان دیگه اومدم یا یه شهر دیگه ارمنستان، اصلا فرقی نداره برای من. وقتی میرم یه جای دیگه، یه کشور دیگه، چرا این احساس غریبی است، ولی برای ایران وقتی میام ایران نه. این رفتارهای مردم، فرهنگ، آداب و رسوم، ما کلان میشه گفت توی تمدن هستیم و این همه خیلی شبیه. البته تو زبان ارمنی الان ما تقریبا 500 تا وان واژه داریم از زبان‌های ایرانی، نه فقط فارسی، نه مثلا زبان پارتی. زبان پارتی که زبان فارسی میانه و زبان قدیمی ایرانی هخامنشی، زبان ارمنی داره 1500 تقریبا وان واژه ها داریم. و ما چنین چیزی واژه استفاده کنیم که این ایرانیه ولی فقط زبان ارمنی مونده. الان مثلا تو ایران هم استفاده نمیشه. مثلا ایران الان میگن کفش، ما میگیم کوشیک، به ارمنی کوشیک، ولی به پارتی اون شده کفشیک بوده و خیلی شبیه ارمنیه و این ما از پارتی گرفتیم. یعنی زبان پارتی یه زمان وقتی پادشاه ما آشکانی بودن، زبان پارتی زبان درباری بود. بله. مردم عادی هم همیشه تلاش کردن که به زبان پادشاهشون صحبت کردن. یعنی میشه گفت اون زبان پرستیژی بوده. ولی به خاطر این زبان فارسی و ارمنی خیلی نزدیکه. تا 1875 دانشمندا فکر کرده بودن که ارمنی یکی از شاخه زبانهای ایرانیه. فقط ولی اومد آقای هیوبشمان، هاینریخ هیوبشمان که دانشمند آلمانیه، و گفت که نه. یه مقاله نوشت، گفت که خیلی شبیه ایرانیه، کلمات زیاد داره ولی اون یه زبان دیگه. بسیار خان دکتر، سوالو از آقای دکتر پرسیدم، از شما بپرسم.
زبان با خودش باور میبره، اعتقاد میبره، فرهنگ میبره. باورهای ایرانی که در هند گسترش پیدا کرده توسط زبان فارسی، از جمله آیین‌های مثل نوروز، مثل ما، اینها چگونه هست؟ تو کدوم بخش‌های هند بیشتره؟ اصلا هست نیست؟ اگر هست تو کدوم بخش‌هایی از هند، کدوم استان‌های هند بیشتر هست؟ نوروز که واقعا یک چیزی هست که در هند هم خیلی از این خانواده‌های مسلمان، اونو مسلمان البته که بعضی وقتا هندوها هم اینو برگزار می‌کنن جشن نوروز رو. البته این جشن نوروز یک هند ایدی هم میدن که ما بیاییم. چرا خشکرم البته که خب پس این جشن نوروز اونجا یک شکل دیگه هست. البته اون خیلی جالبه. چطوریه؟ ما در نوروز رنگ پاشی میکنیم. آدم بلدن هولی، رنگ هولی که یک چیز دیگه هست البته. غیر از نوروز، غیر از اون. بله، هولی که یک جشن رنگ دیگه، دینی هندوانه البته. رنگ دیگه، درسته؟ بله، رنگ پاشی میکنن اون وقت هم. البته نوروز ما یعنی هم رنگ پاشی میکنیم. البته این رنگ، یعنی دو بار سه بار رنگ پاشی میکنید؟ دو بار رنگ پاشی میکنیم. البته نوروز ویژگی نوروز آنه که مثلا در نوروز یک رنگ مخصوصه که شما بلدی. نمیدونم امسال چی آقای دکتر، آقای دکتر ممکنه بلد. رنگ سال، این امسال رنگ سال. خب ما میسیم ببینیم چیه، بعدن میگیم. سبز ماشاءالله باشه که آرامش و سلو بیاری برای تمام جهان. انشالله. پس اون رنگ رو ما میپاشیم که رنگ سالی. اینه. و یه کاری میکنیم که یک تشت پر از آب رو میاریم و نماد روشنی، نماد روشنی و گل بیندازیم در اون تشت و مقلب القلوب و غیره. می نویسیم از زعفرون که از ایران میره اونجا، از با زعفرون می نویسیم این چیز رو و حل میکنیم و اون آب رو در هر چار گوشه خونه میپاشیم برای چیز، برای حفظ و نگهداشت و بهداشت. یعنی اینا محافظ هستن، محافظ هستن هر چهار گوشه از خونه و کار کرده و شاید بهداشتی داشته باشه. بهداشتی بله، متبرک میشه با اون که متبرک آب دعا خونده. بله، و آبی که دعاش روش نوشتن. بله، بله، دعاش روش نوشتن. و خب سن رسیدگان و نخبگان خانواده که اونجا می نشینند یک گل بیاندازن توی اون تشت آب و این سوره را می خونند و دعا را می خونند و میگن که سال که ساعت تحویل آفتاب اون گل گردش میکنه. و ما بچه ها که اونجا بودیم، حالا که خود سن رسیده شدیم، ما میگیم ماهی میچرخه در اون ساعت. آره، پس مادر بزرگ من میگو ببین اون گل هر در میچرخه. ولی شما نمیدیدید. البته که گفتیم که آره میچرخه دیگه. و یه چیز دیگه هم بود که مثلا حالا که زمستون تموم میشه، بهار میاد و بعدن تابستون، پس همه چیز که در تابستون بکار ببریم اونو ضروریه. یعنی تا وقت مادر بزرگم این ضروری بود که هر چیزی که در تابستون بکار خواهیم برد باید در خود نوروز از اون استفاده بکنیم. یعنی مثلا اون سبزیجات، اون میوه ها و خود باد بزن پنکه، حالا که چیزهای برقی داریم. البته باد بزن برقی مادر بزرگ من همیشه روز نوروز اینطوری حرکت میداد که حالا شروع وقتی شده نبود دیگه. بله، حالا شروع شده، همه چیز نوئه. پس اونو متبرک میدانستن. بسیار خوب. این بود از چیز تاثیر نفوذ، تاثیر نفوذ فرهنگ ایرانی که در خود هند و حالا هم وجود داره. واقعا دکتر همه این چیزها که خود حضرت علی میفرمایند که با زبان میره فکر، همینطور که آقای دکتر فرمودن، این فکر عرفانی یعنی تاثیر شدید، نفوذ و تاثیر شدید بر فکر شاعران و نویسندگان و مردم عامه هند گذاشت. من این رو اضافه بکنم که ما دو سه دقیقه تأثیر وقت داریم. تأثیر زبان فارسی و عرفان اسلامی ایرانی در هند به اندازه ای است که تا همین اواخر، تا قبل از اینکه انگلیسی ها این صدمه رو به فارسی در هند زده باشن، در خانه مسلمان های هند در کنار قرآن حتما حافظ بوده. بله، یعنی خانه مسلمانی بعید بوده که قرآن باشه و حافظ نباشه.
دیگه خانم صفوی. آقای دکتر ما در حد 30 ثانیه یک دقیقه در خدمت شما هستیم. میخوام یه چیزی هم اضافه کنم که ارمنستان تمدن ایران اینقدر برای ارمنستان نزدیک باشه که قهرمان های شاهنامه در ارمنستان هم هستن. مثلا در کنار شهر هم میذارن جانم؟ بله رستم و چیز میذارم زهراب در قهرمان های ارمنیه که هستن داوید و مهر و چیز کنارشون هم هستن مثلا رستم و زهراب و زال و این یه داستانی هست که آره هست یه داستانی هست که رستم برادر داویده که ارمنستان هست این ترجمه نکردن این خودشون درست کردن بسیار اینقدر نزدیک بوده سپاسگزارم آقای وارتانیان اما بینندگان عزیز اجازه بدید در این لحظه من با شما خوبان خداحافظی بکنم و برنامه همچنان ادامه خواهد داشت. نوروز در 18 کشور به صورت رسمی جشن گرفته میشه و سرزمین نوروز سرزمین وسیع و گسترده ایه. یکی از این کشورها که 3 روز تعطیل رسمی نوروز و یکی از جشن‌های اصلیشون به حساب میاد نهمین کشور پهناور دنیا است کشور قزاقستان و امروز خوشحالیم که در سرزمین شعر میزبان 2 تن از خادمان زبان فارسی در قزاقستان هستیم دعوت میکنم از 2 بانوی پارسیگوی قزاق که به جمع ما بپیوندند. خیلی خوش آمدید. سلام. خیلی خوش آمدید. سلام. خوش آمدید. عید رو تبریک میگیم به شما. نوروز بر شما هم مبارک باشه و بر همه مردم قزاقستان. خودتون رو معرفی کنید اول و گفتگو رو با شما خواهیم داشت درباره هم نوروز و هم زبان فارسی در قزاقستان. من بیایمان بارم بایوا هستم از کشور قزاقستان اومدم. خیلی خوش آمدید. از آلماتی هستید؟ از آلماتی؟ بله. خب قزاقستان رو کدوم از عزیزان من سفر کردم؟ من یه سفری داشتم. بزرگداشت 150 سالگی جامبول جابایوف. شاعر معروف شما در استان جامبول اونجا یک برنامه بود و من دعوت شده بودم از کشورهای مختلف رئیس جمهورهای کشورها 14 کشور آمده بود از کشور ما من و آقای برازش معاون فرهنگی وزیر فرهنگ ایران رفتیم اونجا بزرگداشت جامبول جابایوف و من رفتم و اینکه کشور شما شاعر فارسی سرای داشته به نام آبای آبای میشناسید آبای؟ بله آبای شاعر بزرگ بله. شما بله. به زبان فارسی هم شعر میگفته سرکار خانم شما هم معرفی بفرمایید خودتون رو سلام اسم من غالی است البته گالیه نوشته شده در مدرک اصلی من هم در دانشگاه فارابی تدریس میکنم در دانشگاه فارابی آلماتی بله از شهر آلماتی اومدیم به همه مردم ایران و به همه کشورهایی که اون به مردم تمام کشورهایی که اونجا نوروز را جشن میگیرن میخوام تبریک بگویم و آبایی که شما فرمودید فارسی گویی نبوده ولی فارسی بلد بودن و از شاعران معروف ایرانی الهام گرفته بوده و یک شعر کوچولو هم سروده بود به افتخار شاعران ایرانی خب به الهام شعر فارسی گفته بود دیگه به قزاقی گفته اما اسامی تمام شاعران ایرانی را اون شعر رو حفظید؟ در خاطر دارید؟ نظامی، شمسی، فیزولی فیزولی شمس فردوسی و یادم نیست ولی خواجه حافظ بوحمسی مدد بر یا شاعران فریاد یعنی ترکی یعنی این شاعرانی که نام برده به من مدد بدید یعنی مدد میگرفته از شاعران ایران چقدر زیبا مدد گرفته از شاعران به هر حال شعر فارسی باش آشنا بوده بله خب یک کتاب در دستان شما است میخوام ببینم که این چه حکمتی داره و درباره این کتاب هم با ما سخن بگید.
این کتابی است که فرهنگ نویسنده کتاب کی اولا؟ کتابی است که فرهنگ فارسی، اطلاعات فارسی به قزاقی است. اولین فرهنگ اصطلاحات فارسی به قزاقیه. میشه من یه نسخه شو ببینم؟ نویسنده یه کتاب کیه؟ ما با خانم غالیه با هم این کتاب رو متشکرم. تعریف کردیم. خب. بله. اصطلاحات فارسی رو جمع کردیم و به قزاقی روسی فارسی نه قزاقیه. فارسی قزاقیه. یک اصطلاح فارسی نوشته شده. من باز کردم الان میبینم که این کتاب بله. یک سمتش مثلا نوشته چشم میبیند دل میخواهد یعنی در واقع ضرب المثل های فارسیه که ترجمه شده به زبان قزاقی درسته؟ و شما دو بزرگوار زحمت این ترجمه رو کشیدید چرا این کار چه ضرورتی داشته؟ ضرورت آموزش دیگه اینا باید آموزش بدن به عنوان یعنی استادان آموزش ما زبان فارسی رو تدریس میکنیم آها. برای دانشجویان نوشت چیز کردیم تعلیف درست کردیم برای اینکه مثلا اگر خوب به درد مترجمین میخوره به درد کسی که کار ترجمه میکنن به هر حال ضرب المثل ها اصطلاحات رایج خیلی مهمه اصطلاحات خیلی مهمه برای یادگیری زبان و این نشون دهنده فرهنگه چون در اصطلاحات و ضرب المثل ها معمولا آرزو و مثلا آرزوهای بلند یک ملت یا خواسته خواش یا غم و غصه و احساس دوستی عشق و محبت همش اومده نوع نگرشش بله. به دنیا خود اینم برای ما هم جذابه ها یعنی خانم. یه فهرست قشنگی از این اصطلاحات و ضرب المثل ها مثلا پشیمانی سودی ندارد پلی که از آن گذشته ای ویران مکن پنبه از گوش در آوردن پنبه در گوش کردن ضرب المثل ها شما در تهران درس خوندید فکر کنم بله من چون مسلطید به زبان فارسی فارسی شکر است ترکی هنر است بله یکی از این ضرب المثل ها ترکه دیگه به هر حال بله چیه ترکیش چی میشه؟ البته این به زبان در امثال و حکم ده خدا اومده بله بله هست این البته معادل قزاقی نداره ولی خب ما بالاخره ترجمه شو آوردیم چون بسیار اصطلاح زیبایی است بله فارسی شکر است این برای اینکه دانشجویان وقتی میخوان نظر خودشون فکر خودشون درباره زبان فارسی میخوان برسونن خوبه بله تفاوت نوروز ایرانی و نوروز قزاقی در چیه؟ میدیده؟ ای مرسل تفاوت تفاوتش خیلی زیاد نیست اما بالاخره ایرانیان همیشه شهرنشین یک زندگی شهرنشینی داشتن بله. ولی قزاق‌ها همیشه زندگی صحرانشینی یعنی در یک سرزمین بسیار وسیع زندگی می‌کردند و بنابراین زندگی یلاق و قشلاق داشتن و به خاطر دامداری چون زندگی دامداری نیاز به کوچیدن داره بنابراین غیر از این یک کشور سرزیر هم هست یعنی 6 ماه زمستون داره و تازه ما داشتیم می آمدیم ایران 3 روز قبل با یعنی برف می آمد برف و بله 8 درجه زیر صفر هم بود جنگل مداعو رو من رفتم شما بله. رفتید؟ در اونجا بله پیاده رفتم جنگل مداعو آره بله بعد گوشت اسب و شیر اسب قمیز و اینا هم اونجا بله. ما دادن بله. خوردیم بله جزء غذاهای سنتی بله. سنتشون هست که جلوی خیمه میشینن و پذیرایی میکنن هر کسی که بله. میاد گوشت بله. اسب گرونترین گوشت در کشور ماست آره شام خوردید استاد بله بله گوشت اسب بله. تفاوتش نوروز تفاوت نوروز نمیدونم اینجا چقدر این مشخصه ولی وقتی مردم از زمستون سنگین آزاد میشه فارغ میشه واقعا یک شادی داره یک احساس بسیار عجیبی پیدا میکنه و مردمی که مثلا در غرب قزاقستان زندگی میکنه در زمستون سرد مثلا 100 سال قبل وقتی قطار نبوده یا نمیدونم هواپیما نبوده اصلا رفت آمد قطع میشده بنابراین وقتی یک کمی هوا گرم میشه نوروز که نزدیک میشه این واقعا یک حس بسیار عجیبی میده به مردم و
عید و بازدید واقعا دو هفته قبل از نوروز شروع میشه. بله از 14 یا 13 مارس و 14 الان به طور رسمی ثبت شده که از 14 شروع میشه و واقعا مردم شرق قزاقستان با غرب قزاقستان عید و بازدید رو از همین روز شروع میکنه. و چون کشور وسیع است ایرانی هم دارید در یعنی از نژاد ایرانی از تبار ایرانی در قزاقستان کسی ساکن هست؟ مهاجرت در اونجا بله. دیگه کمه. بله. هستن مثلا اینکه در قزاقستان کلا ملت‌های مختلف زندگی میکنند. ادیان مختلف داریم، قوم مختلف داریم. اکثریت که مسلمانه، درسته؟ میان تقریبا 130 اقوام داریم. 130 قومیت. 130 اقوام داریم. ولی اکثریت جمعیت قزاقستان قزاق هستند. 70% قزاق داریم، بقیه 30% اقوام دیگه هستند. میان آنها ایرانیان هم هستند. ایرانیانی که به قزاقستان در زمان شوروی در زمان استالین قبل از جنگ جهانی دوم یا در زمان جنگ جهانی دوم اومدند و هنوز تبارشون در اونجا هست. اونا بله بچه خواهیشون نوه خواهیشون هستند. این چهارمین یا پنجمین نسله. بله. و خودشون به ایرانی بودنشون هنوز افتخار میکنن؟ بله اخیراً بیشتر. اخیراً بیشتر. بله. چون وقتی این اینترنت میشناسید شما اینا بله شبکه های اجتماعی خیلی معروفه بنابراین هر کس به قوم خودش به گذشته خودش الان افتخار میکنه نه فقط مثلا در قزاقستان بلکه در تمام جهان فکر میکنم بنابراین اونا هم خیلی دوست دارن که نشون بدن که ایرانی هستن و خیلی افتخار میکنن نام خانوادگیشون تو هنوز ایرانی هست توی مثلا پاسپورتشون نام ایرانی نوشته عوض نکردن هنوز ولی باید خیلی از کمونیست هایی باشن که تبعید شدن اینا رو در دوره شوروی سابق کسانی که اعتماد بهشون نداشتن میفرستادن سیبری بله و جای شما به هر حال جز سردسیر جاهای بله. سردسیر بوده حتی بعضیا رو جاهای میفرستادن که برف داشته و گرگ اونها رو بخوره و تمام میشه یعنی این چیزا هم بوده حتی بله. تو واقعیت بسیار خوب خیلی خوشحال شدیم از اینکه میهمان ما شدید در این بزم و با همون لباس قزاقی خودتون در جشن نوروز ما اگر بیتی بخواید استاد افتخاری عزیز با صدای جاودانشون بخونن ای ترک غارتگر من دیدی چا بردی ای دوست از دست دل بر سر من عشق تو در دل نهان شد دل زار و تن ناتوان شد رفتی چو تیر و کمان شد بح بح. از بار غم پیکر من اول دلم را صفا داد آینه‌ام را جلا داد آخر به باره فنا داد عشق تو خاکستر من خیلی عشق تو ماشاءالله خیلی خوش آمدید سپاسگزاریم که در بزم ما شرکت کردید سلام ما رو به همه قزاقستانی های عزیز برسونید و مخصوصا ایرانی تبارهای آنجا هدیه هم که داریم حتما. بله یه هدیه از دست استاد قزوه و استاد فیض تقدیم میکنیم به شما و شما رو به خدا میسپاریم خیلی ممنون تشکر انشالله موفق باشید خیلی ممنون تلاش تشکر. کنید در بین شاگردانتون شعر فارسی بتونن شعر بگن وقتی بتونن شعر بگن زبان فارسی در اونجا خیلی رشد میکنه البته ما هم میتونستیم شعر بگیم خب همین من میگم تلاش کنید که شعر بگید بله آقای
تشکر. خیلی ممنون. خیلی خواننده بزرگی هم دارید شما که اینجا در ایران هم شناخته شده است. بله دیماش هست. دیماش خدای برگن. اون که صدای خیلی خاص و ویژه‌ای داره. دیماش. داره. یعنی میخوام بگم شما هم اون شخصیت‌ها اینطورتون در ایران به هر حال شناخته شده، چه در حوزه حالا زبان باشه چه در حوزه به هر حال موسیقی و اینها. اینجا تشکر. اینطور نیست که نشناسن. گرچه میدانم که روزی به نقاب آید برون، تا نپنداری که جان از پیچ و تاب آید برون، تا نپنداری که جان از پیچ و تاب آید شده ای ساکن دیروز و پریروز، امروز شو، امروز شو، امروز شو، امروز. خوشحالیم که در سرزمین شعر داریم نوروز باستانی رو گرامی می‌داریم، دور آتش جاودان شعر فارسی جمع شدیم و در بزم شاعران و هنرمندان از زبان پارسی سخن میگیم. مفتخرم که در خدمت سه تن از سرگروه های بسیار قدرتمند و زحمتکش که کمک بزرگی به شکلگیری رقابت سرزمین شعر کردند و خودشون هم شاعران صاحب اثر و صاحب عنوانی هستند، در خدمت دوست خوبم محمود حبیبه کسبی، استاد مصطفی مهندسی خراسانی و سرکار خانم نغمه مستشار نظامی هستیم و در کنار این سه شاعر ارجمند در خدمت یک خادم زبان فارسی از سرزمین ترکیه جناب آقای دکتر نعمت یلدریم. خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون. متشکرم.
منت بر سر ما نهادید و در این بزم شاعرانه حالا من خواهم گفت که چه خدمت بزرگی به زبان فارسی کردن آقای دکتر یلدریم و انصافاً کار بزرگی، کار شایسته تقدیر و تجلیلی انجام دادن. سلام علیک، با این دوستان رو از استاد محمد کاظم کاظمی آغاز میکنیم. ای خواجه سلام علیک، از زحمت ما چونی؟ ای معدن زیبایی، ای کان وفا چونی؟ بنده در واقع با شما خواستم سلام علیکی به لهجه افغانستان و به لهجه بکنم که مولانا از اون استفاده کرده. احسن. در این شعر به اساس وزن اگه بگیم ای خواجه سلام علیک درست نمیشه. باید بخونی ای خواجه سلام علیک. آدم تعجب میکنه. ولی میبینی که همین نوع ادای سلام علیک الان در افغانستان رایج، اونجا میگن سلام علیک. و این بسیار تناسب داره با زبان مولانا و یادآور رهتوشه‌ها و اون ویژگی‌های زبان فارسی افغانستان است. و یک سفر تاریخی ماندگار از بلخ تا قونیه. دقیقاً. من یک علتی که خواستم به مولانا بپردازم همینه، چون مولانا یک نقطه وصل است بین همه اهالی این قلمرو بزرگ زبانی و بخصوص بین دو کشور افغانستان و ترکیه. استاد خلیل الله خلیلی شاعر بزرگ افغانستان میگه که تا دل مؤمن حریم کبریاست، بلخ را با قونیه پیوند هاست. این دو گلشن خورده از یک چشمه آب، هر دو خرم گشته از یک آفتاب. و در این حال دوستان پیشنهادی داشتن و در واقع میتونیم بگیم که تقاضاهایی داشتم که خیلی خوب هست که ما یک آهنگ افغانستانی را پیشکش بکنیم به این دوستانمون. چند وقت پیش اتفاقا در برنامه چاووش که بنده حضور داشتم صحبت از یک آهنگ زیبای افغانستانی شد با عنوان کهنه زریکو از فرهاد دریا. این کهنه زریکو بله آهنگی که بسیار شنیده شده، ولی بسیاری از مردم ایران شاید فلسفش رو ندانند که این کهنه زریکو چی است. این در واقع دورگردی است که میای و این اشیاء کهنه خانه ها رو جمع میکنه و بعد اینا رو به جاش چیز دیگه ای میده. در کوچه ها فریاد میزنن که بیارین مثلا چیزی به ما بدین و ما به جاش چیز دیگری به شما میدیم. حالا در هر شهری به یک شکلی. در سمت ما میگه معدنی کهنه. بله بله. بعد در افغانستان میگه کهنه زریکو، یعنی شیء کهنه رو بیار و زری به جاش بگیر. کهنه زریکو، یعنی کهنه تو زریکو. و فرهاد دریا آمده یک کاری کرده، یک مقداری مفاهیم فرهنگی هم به جای این آورده. میگه که من گل به جای گل میدم، بعد مثلا در بدل روزنامه دیوان بیدل میدم. یعنی روزنامه تو بده دیوان بیدل بگی. چقدر بیدل بگی. زیبا. و وقتی این رو اتفاقا در اون برنامه پخش کردن دوستان و بنده هم یک مدار توضیح دادم، بسیار استقبال عجیبی داشت و خیلی از دوستان مشتاق بودن که این اتفاق تکرار بشه و به همین مناسبت کار نوروز هم استاد همینه، کهنه ها رو میگیره و نو میکنه، نو تحویل میده. دقیقا اتفاقی که در همین ایام بیشتر هم میفته. این معدنی کهنه هم تو نوروز بیشتر میان دیگه، چون در واقع رفت و رو به خانه و یعنی نوروز هم به تعبیری کهنه زریکوی طبیعت هست. طبیعته، درسته. حالا خیلی بشنویم، خیلی مشتاقیم بشنویم. بله این آهنگ رو و با این مضمون زیبا و تازه، کهنه زری، کهنه زریکو. بله بله کهنه زریکو. استاد یلدریم، چند کتاب از ادبیات فارسی شما به ترکی ترجمه کردین؟ سپاسگزارم. به نام خدایی که جان آفرید، حکیم سخن در زبان آفرید. سلام به سرزمین شعر، سرزمین مردم ایران و سرزمین کشور عزیزمون ترکیه. خیلی خیلی خوشحالم که خسته شدن چیه استاد در جمع شماها بودن، استاد بزرگوار ما که تقریبا بنده با فارسی که آشنا شدم با آهنگهای استاد آشنا شدم، با صداش در کلاس ها هم اون کلاس های محاوره‌ای
آهنگای استاد و اساتید دیگر رو. خوشبختانه با استاد شهرام ناظر هم در مشهد موقعی که اون نشون فردوسی را به بنده داده بودند اونجا ایشون هم بودند، آشنا شدیم. ما خسته نمیشیم دیگه، اگه خسته میشدیم اون کتاب ها که ترجمه نمیشد. حالا اگه میخواستن خسته بشن استاد افتخاری، بله ببینید اگه قرار بود خسته بشن شاهنامه باشه. شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی جلد دومه، این جلد دوه، این تازه جلد دوشه. بله حالا صبر کنید، این هم جلد یکش برعکس گرفتی درست بود، برعکسه من سواد ندارم. بله دو جلد شاهنامه اگه میخواستن خسته بشن که بله فرمودن 30 سال زحمت کشیدن. کی؟ فردوسی؟ نه آقا فرمودن شما هم 30 سال شد؟ من همینه میخواستم نه نه 30 ساله که با فارسی آشنا شدیم. اینو بذارم اینجا یا نه؟ اونو گفتم که با استاد 30 سال شد که با زبون ادبیات فارسی آشنا شدیم و با آهنگ های شما و هنرمندان دیگه. بله بله حکایت اون هم 10 سال دول کشید. 10 سال شاهنامه دول کشید. شما پرسیدین که چند کتاب نوشتین یا ترجمه کردین فلان، تعداد کتاب ها خوشبختانه 43 شد. 43 کتاب، یعنی اگر بخوایم رو هم بچینیم یکیش اینه، بزرگترین کتاب اینه که 10 سال طول کشید و خوشبختانه نه بله ترجمه و تألیف. این کتاب همون سال که این هم برام خیلی مهمه که 1000 سال بعد از نوشتن شاهنامه اون نامه باستان فرزانه توز اون کتاب خوشبختانه در آناتولی در ترکیه و در ارزروم، نه در استانبول و آنکارا، در ارزروم به ترکی ترجمه شد و همون سال به ایران فرستادیم. البته پشتیبانی سفیر ایران اون وقت سرکنسول ارزروم و فلان خیلی زحمت کشیدن کمک کردن. در بین 2500 کتاب اون سال شاهنامه اولین شد. اینی که فرمود خود فردوسی بزرگ که پی افکندم از نظم کاخی بلند، از زبان شما باید بشنوید که از باد و باران نیابد گزند. اینه دیگه بعد از 1000 سال دقیقا نمیرم از این پس که من زنده ام که تخم سخن من پراکند. استاد ای کاش شما شعر فارسی یاد میگرفتید و این رو منظوم ترجمه میکردید. استاد ببینین شما بهتر از من میدونین که این مثنوی ها و حکایت ها چون این یه داستان حماسیه و خیلی درازه، اگه اون رو مصرع به مصرع ترکی کنیم قطع میشه، در آخر هر مصرع قطع میشه. ما اومدیم 5 بیت پاراگراف کردیم و اونجوری شد، خیلی هم خوب شد. آیا مخاطب ترکی پسندید این بله ترجمه رو و این بار قصه؟ 4 بار چاپ شد. 4 بار تجدید بله، چاپ شد. این 4مین چاپشه و اخیراً تراژش رسیده 12000 نسخه. خیلی مبارک تومش. خیلی کتابی با این حجم 12000 چاپ. سال گذشته این چاپ شد. در ترکیه 2 تا انتشارات بزرگ بین المللیه، یکی آلفا یکی کابالجی. آلفا 3000 نسخه چاپ کرد، کابالجی 2000 نسخه. در ترکیه اکنون قیمت کتاب خیلی بالا رفت، خیلی گرونه. علی رغم این کتاب ها چاپ میشه و استقبال خیلی عالی استاد. برام هم باعث افتخار، خیلی خوشحالم که سبب این ترجمه شدم. و بعد از آقای روحانی، آقای اردوغان هم بنده رو دعوت کرد به کاخ ریاست از جایزه این کتاب. یعنی هم کرد. رئیس جمهور ایران و هم رئیس جمهور ترکیه از این اثر تجلیل کرد. چون خود جناب آقای اردوغان فارغ تحصیل مدارس امام خطیبه، در امام خطیب ها قدیم هم فارسی زبون درس اجباری بوده. خودشون که شما هم شاید در جریان هستید چند بار شعر فارسی میخونید. بله. و
مثلا اون یه قطعه از سلطان محمد فاتح خونده، یادم نیومد اون بیتش، شاید شما بدونین. بوم نوبت میزند بر طارم افراسیاب، پرده‌داری میکند در قصر قیصر عنکبوت. این شروع خونده بود، چند بیت هم حفظش در بله، واقعا افراسیاب و قیصر چیز ازشون نمونده، ولی شاهنامه یعنی این سرزمین شعر، پادشاهان سرزمین شعر همچنان پادشاهی میکنه. بله، این یه نکته مهم هم اینه که در کشور ما اساتید شاعران بزرگ یه نکته ای رو گفتن، باید اونجا یه اضافه ای بکنم اگه اجازه بدهیم. آناتولی یعنی ترکیه قدیم، اونجا از دوره غزنویان به بعد، در دوره سلاجقه، غزنویان و سلاجقه، اون دوره ها یک کتاب ترکی هم نمیتونیم پیدا کنیم، ننویشته. یعنی چی؟ نویشته نشده. یعنی به چه زبانی مینوشتن؟ فارسی زبون ادبی بود، عجب. عربی زبون دینی بود. در سرای یا کاخ سلطان محمود غزنوی شاعران هم فارسی میگفتن. همه ای ما میدونیم که فردوسی هم به پشتیبانی اون نوشته، در روایت اینجوری هستش. بله. در دوره سلاجقه، در دوره غزنویان فارسی زبونی شیر بوده، سلاجقه اومدن هم زبونی شیر کردن، هم زبون دیوان، دیوانی. زبون رسمی سلاجقه شد فارسی. فارسی. تا زمان عثمانیان در آناتولی الفبای ترکی نبوده. عثمانیان اومدند از الفبای فارسی یه الفبای عثمانی ایجاد کردند. یعنی اقتباس از الفبای فارسیه. آه. چون اون چهار حرفی که شما اضافه کردین، عرب ها اون حرف ها رو نداشتن، به شیوه ما، به لهجه زبون ما الفبای فارسی مطابق بود. اونو قبول کردن. اونو قبول کرد. از تأسیس عثمانیان به بعد یه زبون ترکی به نام عثمانی، البته عثمانی الفباییه، نام الفباس، نام زبون که نیستش. اونایی که میگن زبون درست نمیگن، اشتباهی، نمیدونم مسئله رو. اینو میخوام بگم که آناتولی خیلی خلاصه مهد زبان و ادبیات فارسی بوده بعد از ایران. میدونین که اون سبک هندی کجا ایجاد شد؟ در زمان صفویان، شاه اسماعیل صفوی، درست میگم؟ شاه اسماعیل خطایی خودش شعر ترکی میگفت. بله. و سلطان سلیم فارسی عثمانی میگفت. فارسی میگفت. دیوان فارسی داشت، شاه اسماعیل صفوی ترکی داشت. کتاب خوبی، حالا اینجا آقای کاظمی هم هستن، آقای سید نورالله طهماسبی خراسانی، شاعر جوان و خلاق افغانستانی کار کرده. خب. با نام غزنویان ترکگرا یا فارسیگرا، که این بحثای جدال ترکی و فارسی اونجا یه پاسخی داده شده و کتاب خوبیه برای اهل به فارسی بله. گفتن شما خود بیدل رو نگاه میکنی، بیدل ترک جغتاییه. بله. 100,000 بیت شعر داره، به فارسی یک بیت حتی نداره به ترکی. علیشیر نوایی مثلا. علیشیر نوایی داره، دو زبان است. این نزاع دروغینی بین ترکی و فارسی. علیشیر هم ترکی داره، هم بلی فارسی، بلی هم عربی. من یک نکته دارم. اینو میخواستم بگم که در دوره غزنویان سلاجقه فارسی زبان کاخها بوده و اون کاخهای سرایهای امپراتوری ترکها یه مهدی کانون بود برای شاعران فارسی گوی. بین ایشون ترک بود، فارس بود، هندو بود، فلان فلان. بعد از عثمانیان دیگه الفبای عثمانی شد و آغاز کردن به ترکی، به الفبای عثمانی نوشتن، ولی فارسی فراموش نشد. منظور اصلیم اینه، آناتولی بعد از ایران یه کشوری که آثار فارسی از مولوی بگیرین، شیخ عطار و حافظ و سنایی و فلان، به ویژه آثار شیخ اجل سعدی شیرازی، بوستان و گلستانش. در دوره عثمانیان بوستان و گلستان شیخ سعدی شیرازی در مدارس کتاب‌های اخلاقی بوده. حتی ترجمه‌های زیر سطری
هنوز داریم، شاید صدها بار چاپ شده، چون کتب درسی که بودی در مدارس عثمانی تدریس میشد به همون زبان فارسی. بله، زبان فارسی در مدارس زبان اجباری بوده. میگن که بعد از جمهوریت که آتاتورک تأسیس کرد، اون انقلاب حروف فلان در مدارس امام خطیب باز اجباری بود. اجباری بود. اکنون تنها در دانشگاه هستش. منظور اصلی اما یه بار دیگه تکرار کنم که اون امپراتورهای ترکان مهد کانون زبان فارسی بودن، و مثلا آقای ایرج افشار و چند جلال خالقی مطلق میگن که خدمت ترکان به زبان و ادبیات فارسی، هزار سال خدمت ترکان به زبان و ادبیات فارسی. این سعی من هم این بوده که اینجا یه نکته مهمی دیگر هم هست که اهلش میدونن. خب فردوسی یه کاری بزرگی کرد. این بیتو من ندیدم و ترجمه هم نکردم. بسی رنج بردم در این سالیسی، عجم زنده کردم بدین پاریسی. فارسی هم نگفته، اونقدر حساس بوده. خاطرش خیلی خیلی مهمه. اون بیت نیست ولی خیلی مهمه، اگر نباشه خیلی درست گفته. من هم به خاطر اون فرزانه توس چی کردم، مثلا این کتاب که ترجمه کردم، اول یه سی دی بوده، اسمشو فراموش کردم، قبل از اینترنت یه سی دی بوده، شاهنامه رو از اول تا آخر اونجا خونده میشه. هر قسمتی که قرار دادم ترجمه کنم، اول اونو گوش کردم، با چشم هام تعقیب کردم، شنیدم اون کسه های اضافه رو فلان و فلان و فلان، یه چیزی یه خمیری شد. بعد ترجمه، بعد از ترجمه اون ترجمه ترکی رو از اون صوت فارسی مقابله کردم. یعنی دو بار شاهنامه رو، یکی قبل از ترجمه، یکی بعد از ترجمه، از اول تا آخر گوش دادم. با چشمهام تعقیب کردم، یه بار فارسیش، یه بار ترجمه ترکیش. این شد. اینجا هم اینو میخوام بگم، در شاهنامه فردوسی یه کاری کرده، پارسی رو، مردم ایران رو چی جوری با زبان پارسی از نو جون داد، جون بخشید. اونجا واژه های غیر عربی رو به کار نبرده حد امکانش. مثلا شاعران دیگری که در اون عصرها زندگی میکردن، دیوان مینویشتن، این استاتیستیکی کردن. چند تا رساله دکترا هم هستش، یکی هم از آخرین اون تزها مال آقای افغانیه فکر میکنم، چند بار اینجا هم زیارتشو کردم. وام واژه ها در شاهنامه، وام واژه ها، بله اگه اشتباه نکنم. فردوسی اونجا 8% واژه های غیر فارسی به کار برده، تکرارها و نام های خصوصی هم اونجا هستش. ولی شاعران دیگه 37% در اون قرن در دواوین خود کلمات غیر فارسی به ویژه عربی، چون اون وقت ایران در تحت تأثیر زبان عربی بوده. من هم اینو کردم. استاد فردوسی که اون کلمات و واژه ها رو به کار نبرد، خب مثلا اون افعال مرکب شما، تکذیب کردن، تقدیم کردن، تشکیل کردن، تشبث کردن، تشویق کردن، اون کردن ها رو بردارین، به جاش بذارین اتمک یاپماک. اتمک یاپماک میشه ترکی، تکذیب اتمک، تقدیر اتمک، تقدیم اتمک، ذکر اتمک، دعا اتمک. خب صدها فعل مرکب هستش. من اکنون شما اونا رو به کار نبرد، در ترکیه میگم مثلا تقدیر اتم، تکذیب اتم،
تقدیم اتیم، تشویق اتیم، من نگفتم به خاطر فردوسی. تکذیب اتیم نگفتم اونجا، یالانلادم. تصویب، تصویب اتیم نگفتم، اونایلادم. تقدیم اتیم نگفتم، این اولین کار استاد شما کردید، قبل از شما شاهنامه رو ترجمه نکرده بودن؟ قبل از من؟ نه، اتمک و این در زمان عثمانیان ترجمه شده بود. شده بود. بله، یه ترجمه داریم به نام شاهنامه شریفی. شریفی. شاهنامه رو ترجمه کردن. نظیره نوشتن، تقلید کردن از فردوسی، ولی اونقدر بیت ها، مصره های اضافه هستش که من قبل از ترجمه یه نگاهی به انداختم، دیدم که از این نمیشه استفاده کرد. خیلی اضافه کردن. و خود اون کتاب 65,000 بیته. اکنون در... اونم منصوره یا منظومه؟ منظومه. منظومه؟ منظومه، بله. آفرین. این کتاب که مثلا در فرهنگستان که این رونمایی شد، چاپ، اولین چاپش اونجا برده بودم. استاد خدا رحمتش کند، ابوالفضل خطیب اونجا بودند. حسن ذوالفقاری. اخیراً فوت کرد. بله. خدا رحمت کنه، استاد حسن ذوالفقاری. گفتن که استاد چند بیت داره؟ ترجمه من 52,000 اندی بیت داره، ولی مال آقای کزازی 50,000. هیچ یک از این نسخه های چاپی یا خطی شاهنامه 60,000 بیت رو نداره. اون وقت شریفی بیش از 10,000 بیت رو اضافه کرده. چرا کرده؟ اون کتاب ها رو نظیره نوشتن برای سلاطین عثمانی، اونها رو متح کردند و بیت ها رو توش گذاشتند و افسودند و فلان. من از اونها هیچ استفاده ای نتونستم بکنم و این سلیقه من شد. بسیار خوب، ولی چرا درد نکنه؟ خیلی عالی، خیلی عالی. بنده خدمت پروفسور اگر اجازه بدن، شما قبل از این که شروع کنید، آیا چیزی دیدید، اشاراتی دیدید، بشارتی داده شد، فرض کنیم مثل ناصر خسرو خوابی سفرنامه که بره مکه، انگیزه تون چی بود و بعد گذر افتاد به اوسیوت و بنادر مصر و این ور و اون ور، اینها بعدم اصفهان تا بره به مصر. ایشون هم احتمالاً خواب فردوسی رو دیده بود، ناصر خسرو، که بایستی این راه رو بالاخره یه جورایی بره و به قاهره و نمیدونم اونجا که شما خیلی خیلی هم اذیت شده بود اینها از لازه خب نداشتن دینار و درهم. بله. حالا حضرت عالی خواهش میکنم، از بعد به شروع این کار باید یه انگیزه ای براتون برانگیخته شده باشه که شروع کنید به ترجمه کار مشکل، واقعا بسیار مشکله. انگیزه تون چی بود استاد؟ یکی از اون انگیزه ها جناب عالی بودین. با مکبند. بله، هنرمندان. هنرمندان، اون آهنگ ها، اون شعر ها. من اکنون در جمع یه جمع هستم که همه شاعران و فرشتگان و هنرمندان. قصه اش خیلی مفصله، ولی شما هم که پرسیده بودین، خلاصه بگم. بعد هم کتاب های اخیر رو به طور خلاصه، البته همش نه، بگم برای شما و مردم عزیز ایران. من وقتی دبیرستان بودم، خب دبیرستان معمولیه، بله، دبیرستان امام خطیب که نیست، اونجا عربی معمولی. و فارسی، فارسی نبود، فارسی اجباری نبود، نه عربی نبود، هم فارسی نبود، فارسی هم. پدرم در اون روزها راننده بود، از تبریز به ترابزون و هوپا که سواحل دریای سیاهه، سوخت هواپیما نقل میکرد با تانکر. من اون روزها دبیرستان و راهنمایی زبان فرانسوی را خیلی دوست داشتم، بسیار بسیار زیاد دوست داشتم. حتی یک کتاب کوچکی، زندگی یه گربه بود، ترجمه کرده بودم و با داکتیلو. شما داکتیلو میگین؟ نمیدونم، قبل از کامپیوتر داکتیلو بود، میگیم داکتیلو. ماشین تحریر. بله. نوشتم و جلد کردم و اولین کتابم اون بود، از فرانسوی به ترکی، ولی کتاب خیلی ساده ای بود.
در سطح، یعنی عاشق زبان فرانسوی بودید؟ بله. خب بعد از فرانسه به فارسی یه چیزی شد، من عاشق عربی شدم. خب در محله ما یه آکادمی علوم اسلامی بوده، اونجا می آمدند در یه مدرسه کنار یه مسجد عربی خونده می شدند. اونجا یه استادی بود تدریس می کرد. حالا از عربی چجوری به فارسی؟ میام اونجا. استاد عاشق عربی شدید یا عاشق عربی؟ نه عربی. آها عربی. زبون عربی. فامیلیش عربی بوده. عربی یاد گرفتم. یاد گرفت. دوره کنکور که اومد پدرم اون وقت رانندگی میکرد. کنکور عربی رو قبل از فارسی نوشتم. ردیف اول عربی، دوم فارسی. فارسی اومد. ولی من هیچ فارسی نمیدونستم. اون روزها پدرم که یه بار اومده بود تبریز به یه کتاب فروشی رفت، سلام علیکم گفت و گفت که پسرم داره عربی میخونه. این واقعا هم اشارت ها اشتباه کرد. کتاب فارسی داده بودن بهش؟ نه اشتباه نه. خب پدرم هم من که عربی میخوندم خیلی خوشش میومد. اون کتاب فروش دو تا کتاب هدیه کرد، یکی فرهنگ عمیدی دو جلده بود، یکی هم کلیات سعدی. سعدی. اون یه عربی قبول شده بودیم؟ نه، فارسی قبول شده بودیم. فارسی قبول شده بودم ولی هیچ فارسی نمیدونستم. بسیار مهمه. خیلی مهمه. عربی میدونستم. عربی میدونستم. دیدم که این کتاب ها هم با حروفی الفبای عربی نوشته ولی با من حرفی نمیزدن. دیدم که این دو دیگره، زبانهای دیگره از یک دیگر جدا هستند. اون سال هم که قبول شدم به گروه زبان و ادبیات فارسی، دیگه عربی که هم خیلی خونده بودم، 4 سال خصوصی درس گرفته بودم. اون عشق اون میکشد قلاب را. اینه واقعا. بله درسته. قشنگ قصه بود. یک کتاب فروشی در تبریز خواست شده، شما در نهایت این کار را انجام. آغاز که کردم به آموختن زبان فارسی در دانشگاه، یواش یواش منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است نقطه نقطه فلان، منت عربیه، عز و جل عربیه، یواش یواش هم فارسی می آموختم هم عربی که می دونستم. دیدم که 50% واژه ها رو می دونم. اون خیلی کمک کرد به من اون آموختن زبان عربی. و به پدرم یواش یواش که دیگه برام متوجه شدم چی میگه این کتاب کلیات سعدی، قول دادم که پدر عزیز من یه روز این کتابو ترجمه خواهم. آفرین. اون کتاب هم سالی گذشته دیوان شیخ عجل اولین بار. دیوان یعنی غزلیات؟ همش کل، یعنی بله، کلیات سعدی. بله بله. آورده بودم اینجا، دیروز یه استاد از دانشگاه تهران اومد، گفتم که اونجا بذاریم میز بعد بدم. نه، گفت که نمیاد اینجا. ولی به استاد حداد عادل هم در استانبول تقدیم کرده بودم. این بود ماجرا. پدر کجاست الان؟ پدر الان کجاست؟ ارزروم هستش. آفرین. پدرتون. اگر من جای شما بودم روزی با پدر به تبریز میرفتم و اون کتاب فروش رو پیدا میکردم. انشاءالله. این خوب کردین که گفتین استاد. این کار رو حتما میکنم. کتاب ما برای شما دست میزنیم. ما هم در این برنامه باید دعوت کنیم از اون کتاب فروش هم دست میزنیم و تشکر میکنیم. انشاءالله. خیلی ممنون. متافیزیک و ماورا طبیعه ارسطو و پوسینا فارابی که اون کتاب ماورا طبیعه رو 40 بار او علی سینای بزرگ مطالعه کرده بود و متوجه شد. تو بازار یه نفر میگه آقا این کتاب بگیر، رو نمیخوام. اصرار رو این کار میون میاد و بعد میگیره. بعد که میاد میگه این همون کتابی که منتظر شد، شرح فارابی. کتاب فارابی هرچی دار و ندار بوده میبخشه به فقرا. بله. به خاطر اینکه 40 بار این کتاب رو ماورا طبیعه. اما یک کتاب من گرفتم همین ماورا طبیعه رو، دیدم تنها چیزی که میگه
میگه کلید کشف راز نهانی انسان‌های شکست ناپذیر و در بزرگ و روی زندگانی باید در چند و چون دست یافتنی ترین و پذیرفتنی ترین جستجو کرد. یه جا میگه ما ویژه واژه ویژه‌ای مزد کنم برای موسیقی و تفریح نیافتیم، نداریم. حالا قصه زیبای حضرت علی هم به همون کتاب فروش که درست مثل بوالی سینای سانی کی هست؟ حضرت علی هستید. خیلی زیبا. استاد اگه اجازه بدهید متعمل شدید. به طور خلاصه اون موضوع رو تمام کنم. اولین کتابی بنده دستور زبان فارسی بود به زبان ترکی. دهمین چاپش رو کرد و قبل از 2 ساعت خبرش اومد که چاپ کردیم. همین 2 ساعت پیش بله. چاپ 11 چاپ دهمش. چاپ دهم. اولین کتابم اون بوده. جمله بندی زبان فارسی. بعد از دیوان‌ها که پدر شعر فارسی رودکی سمرقندی که اونجا هستش، دیوان پروین اعتصامی، همه اولینه. خب این... از پروین میخوام استاد یک شعر برای ما بله. بخوانید و ما که خسته نمیشیم، همونطوری که شما خسته نمیشید. نه اصلا. اما باید حسن ختام این بزم و این ماجراهای واقعا شنیدنی و جذاب یه شعری به انتخاب شما باشه از همین پروین که نام بردید. حالا یا از هر کسی، از مولانا، از حافظ. نه از پروین، فقط از پروین. خوب چون اسم گروه ما گروه پروینه. من البته از 4 شاعر اینجا تهیه کردم. از پروین. بله خوب. با ترکیش میگم. اونجایی که صحبت از فارسی داری سلاطین عثمانی بود. یک داستانی هست میگن وقتی که سلطان محمد فاتح سلطان عثمانی میره و قسطنطنیه رو فتح میکنه، وقتی وارد کاخ سلطان قسطنطنیه میشه خوب. این بیت رو میخونه که پرده‌داری میکنه بله، بر قصر قیصر عنکبوت بوم نوبت میزند بر طارم افراسیاب. خب از پروین برای ما بخوانند و حسن ختام این بزم. بله اینجا باید یه چیزی هم بگم که البته در ترجمه و تألیف این کتاب ها سهمی بزرگی دارند سفیران ایران، سرکنسولگران. مثلا اون آقای محمد فرازمند که اخیراً فکر میکنم 1 سال قبل به تهران برگشت از ترکیه، سرکنسول ما جناب آقای سلطانزاده، خیلی ادب دوست و شعر دوست و فیلسوف هستن. آقای فرازمند یه بار آنکارا بودیم، خیلی استفاده کردیم ازشون، خیلی پشتیبانی کرد تا ارزروم اومدن برای تقدیر این کتاب با. خیلی خوب. اینو اگه فراموش کرده بودم، این دولت مردان خوب نمیشد. بله دوستدار زبان فارسی باید بله. قدر دونست. به ویژه پشتیبان این دیوان پروین جناب آقای سلطانزادهش، به ایشون تقدیم میکنم این شعر رو. بسیار خوب. البته در مقابل در روبروی شما شعر خوندن ببخشید که اصلا حلاوت دیگری داره. ای خوش از تن کوچ کردن خانه در جان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. کشتی صبر اندر این دریا افکندن چون نوح. دیده و دل فارغ از آشوب طوفان داشتند. در هجوم ترک تازان و کمانداران عشق سینه آماده بهر تیرباران داشتند. روشنی دادن دل تاریک را با نور علم. در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتند. همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن، مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن. این هم عاجزانه ترکیش. نه گزل تندن گوچ اتمک جان دا اوی اولمک پری گیبی یوزونو
insanlardan saklı tutmak. Kanatsız, teleksiz İsa gibi göklere yükselmek. Ateşler içerisinde İbrahim gibi gül bahçesi olmak. Sabır gemisini Nuh gibi bu denizde yürütmek. Gönlü ve gözü kasırgadan, tufandan uzak tutmak. Yağmacıların ve aşk okçularının hücumlarından göğsünü ok yağmurlarına hazır tutmak. Karanlık gönüllere bilginin ışığıyla aydınlık saçmak. Gecenin yarısında güneşin ışıltısına sahip olmak. Arı insanlar gibi hazineyi yetingenlik köşesinde bulmak. Yetingen karınca olmak, Süleyman mülküne sahip olmak. Durud, durud. درود، ماجرای شنیدنی سپاس گذارم. اجازه میدی به احترامشون پاشیم؟ بله، خیلی ممنون. متشکرم. خب، هدیه استاد رو از دست کسی که انگیزه همه این ماجراها بود، یعنی استاد افتخاری، میخوان هدیه به شما تقدیم کنن. بله، عکس هم بگیریم.